تشدید بحران سیاسی در عراق به دنبال اعلام کنارگیری مقتدی صدر و اعلام استعفای 18 نماینده پارلمان از 40 نماینده جریان صدر. فوزی اکرم ترزی از رهبری جریان صدر: تصمیم مقتدی صدر شتاب زده نبود. از نظر ما نوعی عملکرد نامناسب و غیر مسئول و انحصار طلبی سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی در روند سیاسی وجود دارد. اعلام براءت عشایر نسبت به سفر مالکی به الانبار، بیانیه بیش از 100 تن از شیوخ و علمای الانبار درباره تحمیل جنگ مذهبی و نژادی علیه عراقیان توسط نوری مالکی، شورای نظامی انقلابیون عشایر عراق، دیدار مالکی از الانبار نشانه ورشکستگی دولت مالکی در خروج از بحران است. تلویزیون بغداد گزارش داد تصمیم کنارگیری مقتدی صدر از صحنه سیاسی و بستن دفاترش به ویژه کمتر از دو ماه مانده به انتخابات پارلمانی بسیار غافلگیر کننده بود. این تصمیم واکنش طبیعی نیروهای داخل اتحاد ملی به استمرار سیاست‌های کنونی مالکی است و این امر باعث می شود که کشور به چنین نقطه‌ای برسد. به گزارش تلویزیون بغداد، فوزی اکرم ترزی از رهبری جریان صدر در رابطه با علت کنارگیری مقتدی صدر از صحنه سیاسی اعلام کرد تصمیم مقتدی صدر خود به خودی شتاب زده و آنی نبود. این تصمیم به خاطر اشتیاق مقتدی صدر نسبت به مقدرات و دستاوردها و آینده مردم عراق گرفته شد. از نظر ما نوعی عملکرد نامناسب و غیرمسئول و انحصار طلبی سیاسی و بی‌ثباتی در روند سیاسی وجود دارد. تلویزیون العربیه گزارش داد جریان صدر در اغلب مناطق عراق دفتر سیاسی دارد و جریانش در مجلس 40 نماینده از بین 325 نماینده دارد و در دولت نیز 6 وزیر دارد که برجسته ترین آنها وزیر برنامه ریزی و همچنین سمت معاون اول رئیس مجلس است. خبرگزاری نینای عراق امروز دوشنبه خبر داد فراکسیون پارلمانی احرار خروج از پارلمان و استعفای 18 نماینده جریان صدر از مجلس را اعلام کرد. این فراکسیون در بیانیه‌ای که امروز صادر کرد گفت بعد از اعلام کنارگیری مقتدی صدر، اعضای فراکسیون صدر از پارلمان بیرون آمدند و استعفا دادند تا برای مردم عراق روشن کنند که عضو فراکسیون الاحرار خواستار کرسی و منصب نیست. به گزارش تلویزیون بغداد، حاکم الزاملی، پارلمانتر مستعفی از جریان صدر گفت به کار گرفتن اموال مردم به شکل سیاسی و شروع تبلیغات انتخاباتی زودرس به نظر ما وضعیت خطرناک و سخت و دشواری را ایجاد کرده. یک پارلمانتر دیگر جریان صدر نیز گفت همکنون مردم عراق در یک کوره قرار دارند و باید با انتخاب نمایندگان صالح کسانی را که بر پروسه سیاسی فعلی در عراق حاکمیت دارند تغییر بدهند. خبر کنارگیری مقتدی صدر واکنش‌های رهبران و شخصیت‌های سیاسی عراق را برانگیخت. به گزارش خبرگزاری نینای عراق، عیاد اللاوی رهبر العراقی گفت اگرچه دلایل و انگیزه های مخالفت مقتدی صدر را با روند سیاسی شکست خورده درک می کنیم و با همه باورها و سمتگیری ها و سرخوردگی او موافق هستیم، ولی از او می خواهیم تا در موضعش صرف نظر کرده و فعالانه در روند سیاسی شرکت نماید. ائتلاف متحدون برای اصلاح خواستار آن شد که مقتدی صدر در تصمیم خود مبنی بر کنارگیری از صحنه سیاسی تجدید نظر کند. دکتر ظافر العانی سخنگوی این ائتلاف گفت تصمیم صدر غافلگیر کننده بود و زمانی صورت می‌گیرد که با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی محور اعتدال در حال شکل‌گیری بود، به خصوص در سایه موضع‌گیری‌های اخیر مقتدی صدر که همبستگی خود با تحصن کنندگان الانبار را اعلام کرده و نحوه برخورد دولت با آنان را رد کرده بود. حیدر ملا نماینده پارلمان از ائتلاف متحدون در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد ما مقتدی صدر را به ضرورت تجدید نظر در این تصمیم فرا می خوانیم.
ما امروز در آستانه مرحله تاریخی مهمی هستیم که مردم عراق را به تغییر وضعیت دردناکشان در همه زمینه‌ها فرا می‌خواند. در همین حال رسانه‌ها و شیوخ عشایر سفر مالکی به الانبار را شکست خورده توصیف کردند. بیش از 100 تن از شیوخ الانبار و شخصیت‌ها و علمای آن با صدور بیانیه‌ای مالکی را متهم به راه انداختن جنگ مذهبی و نژادی علیه عراقیان به ویژه در استانهای بپاخواسته کردند. به گزارش عرافدین، عشیره آلبویسا، آلبوزیاب و آلبوالبان، آلبوجلیب، آلبوشعبان و آلبوفراج نسبت به دیدار مالکی با شیوخ الانبار در پایگاه بغدادی اعلام براءت کردند. مقامات محلی الانبار گفتند دیدار مالکی در یک پادگانی در بیش از 150 کیلومتری فلوجه صورت گرفته است. به گزارش تلویزیون فلوجه، دیدار مالکی از الانبار به عقیده ناظران دلیلی بجز ورشکستگی دولت مالکی در خروج از بحران جاری ندارد. تلویزیون رافدین گزارش داد شورای نظامی کل انقلابیون عراق اظهارات مالکی که در پادگان بغدادی در الانبار بیان کرد را رد کرد. شورای نظامی کل انقلابیون عراق در بیانیه خود گفت نوری مالکی با کسانی که ادعا می کنند شیوخ عشایر الانبار هستند جلسه ای در پایگاه بغدادی برگزار کرد که این جلسه تأکیدی بر شکست و فرار نیروهای مالکی از میدان نبرد و همچنین شکست سیاست مالکی در مدیریت بحران است. سخنان دروغ و نیرنگ و نادیده گرفتن واقعیت ها بود. مردم عراق و نیروهای عشایر تهدیدات مالکی علیه تظاهر کنندگان مسالمت جو را فراموش نمی کند و همچنین آخرین جنایت نیروهایش که حمله به میدان تحصن رمادی بود را فراموش نمی کند. شورای نظامی تاکید می کند نبرد با مالکی و همکارانش یک نبرد استراتژیک برای رسیدن به حقوق مردم عراق و رسیدن به حاکمیت عراق و برای حفاظت از آن به عنوان یک کشور متحد است. در همین حال گزارش ها از درگیری های نیروهای مالکی با عشایر مسلح در استان الانبار و دیگر استانهای بپاخواسته عراق حکایت می کند. تلویزیون فلوجه گفت نیروهای عشایر بعد از درگیری شدید با نظامیان مالکی در پایگاه هوایی الحبانیه این پایگاه را به کنترل خود درآوردند. در این حمله تعداد زیادی از نظامیان مالکی در این پایگاه خود را به نیروهای عشایر تسلیم کردند. رافع المشهن، شیخ کل قبیله، از کلیه شیوخ عشایر خواست از نظامیانی که خود را تسلیم نیروهای عشایر کردند میزبانی کنند. تلویزیون فلوجه همچنین گزارش داد نیروهای عشایر به نظامیان مالکی که در نزدیکی بخش الریاض از توابع استان کرکوک گسترش یافتند تهاجم کردند. شاهدان گفتند در این تهاجم تعداد زیادی از نظامیان مالکی هدف قرار گرفتند و علاوه بر آن دو خودروی هامر متعلق به فرماندهی عملیات دجله توسط نیروهای عشایر به آتش کشیده شد. بر اساس گزارش تلویزیون فلوجه نیروهای عشایر در شهر رمادی با نظامیان مالکی که تلاش می‌کردند از سمت جنوبی وارد این شهر بشوند مقابله کردند. شاهدان گفتند که این درگیری‌ها از شدیدترین درگیری‌ها و جنگ‌هایی است که شهر رمادی شاهد آن بوده است. تلویزیون فلوجه گفت نظامیان مالکی در این درگیری‌ها متحمل خسارت‌های سنگینی شدند.